سس گوجه فرنگی سسیه که تو خیلی از غذاها استفاده میشه. برای تهیه اون ابتدا یه دونه پیاز رو به صورت نگینی برش بدین و بعد از ظرفی استفاده کنین که ظرفتون سنگین باشه. یه مقدار روغن زیتون رو توی ظرف بریزین، پیاز رو بهش اضافه کنین. دقت کنین پیاز رو در حدی تفت بدین که شفاف بشه. دقت کنیم پیاز برای تهیه این سس تغییر رنگ پیدا نکنه و فقط شفاف بشه و بعد از اون سیر رو اضافه کنین. سیرم هم میزنین تا یه مقدار شفاف بشه و بعد از اون رب گوجه فرنگی رو اضافه میکنین. رب گوجه فرنگی برای خوش رنگ شدن این سس استفاده میشه. رب کاملا تفت بدین و بعد از اون گوجه بلانچ شده رو استفاده کنین. گوجه بلانچ شده رو خورد کنین و بعد به سس اضافه کنین. البته اگر مایل باشین از کنسرو گوجه فرنگی هم میتونین استفاده کنین. اونو خرد کنین و به سس اضافه کنین. همینطور در آخر از ریحون تازه استفاده کنین. یه چند برگ ریحون رو توی سس خرد کنین و بعد فلفل و کمی نمک هم بزنین تا کاملا عطر و بو و طعم و مزه یک دست با هم مخلوط بشه. و این سس رو میتونیم برای استانبولی، کنار غذا، برای پاستاها و برای اغلب غذاها ازش استفاده کنیم. یه خبر خوش براتون دارم. بالاخره کتاب پاستا، پیتزا و غذاهای خمیری که بهتون وعده شده بودیم رسید. توی شرایط فعلی ما نتونستیم این کتاب رو تو تیراژ زیاد چاپ بکنیم. یه تعداد محدودی هم وجود داره برای کسایی که دوست دارن توی این شرایط توی خونه برای خودشون و عزیزاشون غذاهای سریع، آسون و لذیذ درست کنن. با این کتاب میتونیم انواع اسپاگتی ها رو با سس ها و طعم های متفاوت تهیه بکنیم. یکی دیگر جذابیتش اینه که خمیرهای پیتزا رو چه امریکایی و چه ایتالیاییش رو کامل بهتون آموزش دادیم با تاپینگای مختلف که هر کدوم رو بر اساس ذائقتون میتونین درست بکنین. خمیر کارزون هم توش کامل آموزش دادیم. و یه مبحث دیگه ای که توش داریم انواع غذاهای خمیریه. شما به راحتی میتونین انواع پای و تارت رو توی خونه تهیه بکنین و یک وعده غذایی متفاوت رو و لذیذ رو برای کسایی که دوستشون دارین آماده بکنین. این روزا مراقب سلامتی خودتون خیلی باشین. دوستتون داریم. این کتاب رو با توجه به اینکه محدوده هر چه سریع‌تر تهیه کنین.